دا په بلخ ولایت کې د پنبه پروسس هغه کارخونه ده چې تازه پر فعالیت پیل وکړ. د دې کارخونې مسؤلان وایي د دې لپاره دا ګام پورته کړی چې د بلخی بزګران او پنبه کروندګرو ستونزې حل شي. با منظور اهداف مختلف ایجاد شده، از جمله هدف بسیار مهمش رشد زراعت و صنعت کشور عزیز ما افغانستان است. در 40 ساله که گذشت مملکت ما در آتش جنگ سوخت، حال چون امنیت در سراسر کشور ما حکم فرماست، ما خواستیم که قدمای ابتدایی را برای رشد کشور خود برداریم. فعلا فابریکه پروسس پخته به نام فابریکه جنپرس سیام هاشمی ما در دوسرکی حیرتان ایجاد کردیم و امروز به خیر اولین روز فعالیت ماست که به فعالیت آغاز کردیم. په همدې حال یو شمیر د دې کارخونې کارکوونکي خوښ دي چې د نن په هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی په نورو پانګوالو غږ کوي چې دې ته ورته فابریکې جوړې کړي. بعض دیگه کمپانی ها و شرکت هایی که از تجارهایی که در افغانستان فعالیت دارن ازشون تقاضا میکنیم که همیتو شرکت ها بسازن تا دیگه جوان های کشور از این سرزمین فرار نکنن، جای دیگه به خاطر کسب کار نرن و بتونن به می کمپانی ها و فابریکا ها فعالیت. ما بسیار خوش هستیم از این تاجرهای خود که این رقم فابریکا برای ما بسازه که ما کارمند از این فابریکا بشیم که در خارج نرم در این رهای قاچاقی و کشته شده و بدبخت شده. از تاجرها بسیار کوشش میکنیم که از آمریکا برای ما بسازه. خب بسیار احساس بدبختی ما بود که مثلا کار نبود و دیگه نبود، ولی بسیار خوش هستیم از تاجرهای خود که از آمریکا برای ما بسازه که ما کارمند از آمریکا بشیم. در بلخ سوداگری خونی مسئولان هیواد که در تولیدی فابریکو جوڑی دو پا تڑاو وسنی شرایط یو ښه فرصت بولی او پر اسلامی امارت غږ کوي چې د سوداګرۍ او پانګونې برخې ته د لا پاملرنه زیاته کړي. زیربنای اقتصاد افغانستان زراعت تعریف شده. سالهای قبل تولیدات زراعتی ما و مشکلاتی که به اصطلاح ما در بحر را نداشتیم و بازار فروش نداشتیم، این مشکلات های دامنگیر زارین ما بود که امتی تولیدشان فروش نمیشد و امروز خوشبختی است که شاید افتتاح فابریکه سیام هاشمی هستیم که در بخش پروسس پخته در فاز اول این کارشون آغاز کرد و در بعدی در بخش تولید روغن و سرانجام با نختابی کارشان تکمیل میشه در سه بخش و بعد از این زارین میتونن که هر قرار همتی تولیدی زراعتی شدن به این فابریکه ها فروش بکنن و از این طریق میتونن که به افزایش بخش زراعتی هم پیدا بکنن و از زمینن شغل هم برای مردم ایجاد میشه و نیز موضوع در میتونیم به کشور خارج صادر بکنیم. ویل کیږي چې بلخ ولایت کې شاوخوا 300 سترې او کوچنۍ کارخونې فعالیت کوي چې پکې ګڼ شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ.